به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در ادامه برنامه های گوشه به گوشه و مرور دستگاه چهارگاه در این جلسه میرسیم به بخش سوم از گوشه منصوری. یک بار گوشه رو اجرا میکنم، سپس به ذکر جملات، نکات و مضراب های اون میپردازم. جمله آغازین همون موتیف معروف منصوری هست. سی دو ره دو ره دو ره دو ره 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 دو سی دو ره دو راست 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 اشاره راست راست چپ راست راست ره دو ره دو ره دو ره دو چپ راست چپ راست چپ راست و اشاره آخر روی ره پرون دو دو سی دو سی دو سی دو سی دو راست شب راست شب راست شب راست شب سی ره ره دو راست شب راست راست ره سی دو شب راست 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 یک بار دیگه حالا جملاتی آغاز میشن که تاکیدشون بر روی اکسنت بر روی سیلاب دوم هست. دو ره دو ره دو ره دو ره دو توجه داشته باشید که اشاره به سی بیاد به این شکل. این جمله رو هم میتونیم با مضراب های راست بزنیم هم با مضراب های چپ به این شکل. مضراب راست
شماره 2 هست. حالا وزن کرشمه مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. ری دو ری دو سی ری دو دو سی ری ری دو سی ری دو دو لا سی دو ری سی ری دو دو. یک میاد روی دو، دو روی ری کرون. ری دو منطبق هست با وزن کرشمه. این جمله باید با ریز زده بشه، یعنی بین جملاتی که زده میشیم ریز هست. بعد از این جملاتی که در وزن کرشمه نواخته شد، جمله آخر که در اوج هست و به قول استاد لطفی باید مثل زنگ ناقوسوار صدا بده، تکریز قوی برای سول. سول راست پنج مویه سی دو ری دو ری دو راست شب ری دو سی راست شب سی دو سی راست شب دو دو سی راست شب راست دو سی ری دو. حالا دیگه میرم بالا رو سیم زرد نمیرم چون میخوام دیگه فرود بیام به دو چهارگاه در ناحیه درآمد. دو سی ری دو ریز میاد رو رکورون. دو سی لا سولا 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 لا 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 سول فا می به این شکل. راست شب سی ری دو